أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چی درسای علوم انسانی باشه فنهاوری تکنولوژی باشه عنصر بزرگ و مؤثر در سرنوشت انسان درسای اخلاقیه اگر اخلاق نبود درسای دینی غیر از اینکه انسان از خدا دور کنه دیگه کار نمیتوانه آدم از خدا که دور کرد او دانشمند میشه دانشمندی بدون اخلاق مثل یک دزد که خانه را بلده جا را بلده میدانه که پول کجای طلای خانوم کجای میایه با آگاهی و به سرعت دزدی میکنه و میره امروز تمام بدبختی های جهان بشریت امروز تمام بدبختی ها اجحاف استثمار ملت ها را به نابودی کشیدن اینا از علوم تجربی پیدا نمیشه علوم تجربی خواندن اخلاق نخواندن یک عرف مرد علما برای مردم یک عرفای میزنن که مردم عوام چیه و امچی مردم عوام هم به ملا ها میگرفای میزنن میگن ملا شدن چی آسان آدم شدن چی مشکل نمیگن میگن واقعیش همه طوره دانشمند شدن آسانه آدم درس میخونه لیسانس فوق لیسانس دکترا میشه ولی آدم شدن واقعا مشکله امروز علوم ما از نظر علوم تجربی و علوم انسانی و علوم دینی کمی نداریم کمی نسبی یعنی امروز هم علوم دینی و هم علوم انسانی و هم علوم تجربی نسبت به 100 سال گذشته خیلی فرق کرده او چیزایی که الان محصلین در همین مدرسه درس میخوانند 100 سال پیشتر مجتهدین هم بلد نبودن یک گدیشه علوم پیش رفته ولی مشکل قرن 21 مشکل اینه که ضعف اخلاقی وجود داره ارزشای اخلاقی را میگن اینا چیزای برای مردم ساده خوبه برای ما خوب نیه اخلاق از علم جدا شد از او بمی اتم درست شد و بر سر مردم ریختن ای اصلی ای که امروز اما پیدا شد از علم پیدا شده از فناوری تکنولوژی پیدا شد ولی چون منهای اخلاق بود اخلاق وجود نداشت بشر از اینها به عنوان ابزار سیاسی و اقتصادی و استعماری و استثماری استفاده کرد و بشر ضعیف نابود کرد و ای ادامه داره ای چو وقت تا زمانی که انسان ها پس دوباره به اخلاق نگردن که خود اخلاق هم به نوبت خود امو جهاد اکبر که میگن امی اخلاق هم به نوبت خود ضمانت اجرایی میخواید و ضامن اجرایی اخلاق هم ایمان به خدا و روز قیامت هم برای 20 یا 10% مردم ضمانت اجرایی اخلاق وجود خدایه علم و قدرت خدایه حیایی که بنده از خدای خود میکنه او ضمانت اجرایی اخلاقه و برای 90% مردم دیگر ضامن اجرایی اعتقاد به روز قیامت هم. در دنیای امروز ما تمدن، فرهنگ، تکنولوژی، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم دینی پیش رفته یعنی شکی نیه ولی اخلاق جایش خالیه تمام بلاها و بدبختیایشان مربوط به همی اخلاق میشه تا زمانی که بشر به اخلاق برنگرده اخلاق هم که به دستش بدون ایمان به خدا و روز قیامت پیدا نمیشه تا به خدا و روز قیامت ایمان درست پیدا نکنه این مشکلات ما این کشتنها بستنها بدبختیایی که ما داریم مرض ایدز بعضی از دانشمندان میگه که تا الان 15 میلیون انسان کشته
15 میلیون و 45 میلیون دیگرم بالفعل مبتلا به مرضن در دنیا. از کجا آمد؟ طب عاجزه الان، تا کنون طب عاجزه که بیای تمام مراتب مرض ایدز علاج کنه، از دوری از اخلاق. اما به اخلاق برمیگرده، فرق نمی کنه دانشمند علوم دینی خوانده باشه یا او فرزندان عزیز ما در دانشگاه علوم تجربی و علوم انسانی بخوانه، همه یکیان. هرچی که علم آدم بالا بروه، احتیاج انسان به اخلاق بیشتر میشه، که باید اخلاق در بین انسان ها حکومت کنه. هیچگاه دستگاه اجرایی حکومت ها در دنیا قدرت جلوگیری ای فساد از فساد ندارد، تا این که باید ملت ها خودشان با اخلاق شوند. این یک مقدمه بود که عرض کردم. به امو درسایی که ما افتایی می خاندیم، امروز درس ما می رسه به یکی از اصول اساسی علم اخلاق، یعنی میشه بگویم اصای انسانیت. ببین ما الان آمادم، ما پیاده رفته نمی توانم، خود به اصا تکیه می دم، را میرم به وسیله اصا میم. ای علوی امت، ای اصا و مقوم و ستون انسانیت. انسانیت خیلی یک مقام بالایه، فرشته ها خیلی مقام دارن، ولی با تمام مقامی که در کرات آسمان ها دارن، ملائکه با ملائکه همر شد، همه ایشان، نه طبقات پایین، اونا بین خود طبقات دارن، نه طبقات پایین، همه، حتی از جبرئیل و عزرائیل و میکائیل و اسرافیل با تمام دستور رسید که سجده کنن. ای پیکر و نماد و نمونه انسانیت حضرت آدم، ای را سجده کنن. سجده برای خدایه، نه برای آدم. ای تسلیم شدن اینها به مقام انسانیت، فرشته ها تسلیم میشن. ای سجده معنای شمیه، ای تو خود کم حساب نکو. یک موقعی که مریض شدی، ای خدا مبا مرگ بده که من زود بمیرم، قرضدار شدی، فقیر شدی، خیلی ارزش داری، خیلی ارزش داری. ملائکه دستور پیدا کردن که به مقام انسانیت تسلیم شون. یک عده از ملائکه که شاید از مو درجه پایینش بودن، گفتن که ممی خدا گفت تسلیم شین، اینی جایلون فی الارض خلیفه. خلیفه به معنای جانشین نیه، نعوذ بالله، کفر. یعنی خدا نیه، بشر خودش کار کنه. اینمی بشری امروزی همی کار میکنن، خود خدا فرض میکنن، قانون وضع میکنن، تمام قوانینی که دینی نباشه و نمونا ادعای خداییه که ما قانون وضع میکنیم، خود ما میتوانیم زندگی خداره کنیم. به این معنی نیه که بعضی اوقات سر منبر میگن انسان جانشین خدایه. خدا هیچ جانشین نداره، اراده خدا در تمام کائنات نافذه. چیه معنی خلیفه؟ نماینده. این انسان نماینده خدایه. ممکنه که یک رئیس جمهور برقراره و جانشین نمیخواه، ولی میخواه در یک جا نماینده بفرسته. انسان نماینده خدا در روی زمینه که باید کارهای خدایی کنن، ایمان بیارن، ایمان ترویج کنن، ام دیگری را و تواصو بالحق و تواصو بالصبر، ام دیگری را به حق سفارش کنن، ام دیگری را به صبر سفارش کنن، ام کاری که خدا میکنن. ای کار خود ایه، نماینده، غیر از جانشین. انسان نماینده خدای در روی زمین، جانشین نعوذ بالله. و تو وقتی که بگویم دو خدای، که دو خدا نیه، یکی، ما مخلوقیم. ملائکه گفتن
این چیه که تو نماینده مقرر کردی؟ حالا این تعبیر از منه، ما تو را تسبیح میکنیم، تحلیل میکنیم، بندگی میکنیم، یعنی ما سزاواری کاریم. گفت اینی اعلم و ما لا تعلمون، بی خود خود خائن نکنین. من میدانم او چیزی را که شما نمیدانین. درسته اونا ایراد گرفتن، گفتن امی آدم، امی صفاق خونریز، امی مفسد، و همه طورم هست. ما امروز در قرن 21 علوم تجربی بالا رفته، تکنولوژی بالا رفته، ولی بشر مو بشره، بشری بی دین مو بشره. تیاره ها بالا میشه، هزاران نفر زن، مرد، کودک، بچه، بی پناه، همه کشته میشه. تلویزیون ها رو شما امروز نگاه میکنین، شارهایی که به وسیله بمها اسلحه ثقیل نابود میشن، انسانایی که به هیچ طرف نیان روز یک قطعه گوشت میشن. این نیه دیگه، ملائکه غلط نگفته بودن، فهمیده بودن که اینا صفاک مفسدن، تباکار. این عرف ملائکه فهمیده بودن، دروغ نگفتن. گفت این صفاک مفسد چی میکنی که این نماینده قرار میدین؟ ما هستید، نحنو نسبه و به حمده که و نقدس، تو را تقدیس میکنیم، تسبیح میکنیم. گفت نه، اینی اعلم و ما لا تعلمون، بیعت کنین. همو سجده ملائکه بیعت به مقام آدمیت بود. خب حالا او چی بود که گفت من میدانم و شما نمیدانین؟ و درس اخلاق امروزی ما بیرویه با ارحال انسان خیلی ارزش داره، تابوگویی ارزش داره. لقد ببینین این مدال شمایه، مدال شمایه، مدال تکوینی شمایه، مدال تکوینیه، مدال تشریعینیه. خدا دو مدال به انسان میده، یک مدال تکوینی، یک مدال تشریعی. این مدال تکوینی در داده مقام انسانیت بیان میکنه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، در بهترین وجود. حالا تقویم در فارسی ترجمه نشده که یک مفهوم درست آیا لغت فارسی داره یا نه. ما الان میخوام که شما بفهمین دیگه چیز باید کمی باستر صحبت کنم. یعنی ما انسان را در بهترین اندام و بدن و در بهترین روحی که به او داده خلق کرده. از انسان موجود برتر نیه، نه اینکه انسان از همه بالاتر باشه، انسان از همه بالاتر نیه. و فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، بر اکثر کائنات انسان فضیلت داره، نه بر همه، ولی از انسان بالاتر نیه. معنی این دو جمله این میشه که در کائنات یک عده از موجودات هست که امسان با انسانه، ام رتبه با انسان. اونا کیه؟ در کدوم کاکشان هست او نمیدانیم، او بیان نشده. اما از اکثر موجودات انسان برتر و بالاتر، به شمول ملائکه. این مقام خیلیه. چه قسم ما الان ای را حفظ میکنیم؟ این مدال خیلی مدال بزرگه. لقد خلقنا الانسان محققا موکدا، ما انسان را در بهترین تقویم آفریدیم. من این تقویم را به فارسی معنا کرده نمیتوانم، گفتم اگر ترجمه کنم به دیگر مفهوم دیگر، یعنی در بهترین بدن و در بهترین روح، هر دوتا. ما و شما از این بدن چی فهمیدیم؟ صدها هزار سال گذشت، انسان بدن خود نمی فهمید، می گفت گوشت و پوست و استخوان. نه، امروز فیزیولوژی انسانی
که از اعضای بدن انسان، از خواص بدن انسان، از فواید بدن انسان و از مسئولیت ها و وظائف بدن انسان صحبت میکنه، او وقت اگر آدم اونا را یک بخانه میدانه که بدن انسان آینه جلال و جمال خدایه. بدن میگن بدون روح، فیزیولوژی انسانی که از وظائف و مسئولیت های اعضای بدن ما صحبت میکنه، آدم او رو بخانه میدانه که انسان مظهر جلال و جمال خدای، آفرینش خدا در خلقت زیبا و دقیق و پیچیده انسان مجسم کرده. حکمت خدا در تمام ذرات بدن ما نمایانه. رو را که بگذار به جای خودش، و رو آینه عظمت خدای روح انسان. این روح مخلوق خدای، ولی ببین تو بعضی اوقات میگی او برادر مه، او خانوم مه، خانوما میگن فلانی شوهر مه، برادر مه، خواهر مه، اینا یعنی که ما دوست دارم. یک دفعه میگی که این از خود مه، جان مه، از خود مه. وقتی که به روح انسان میرسه میگه و نفخت و فی من روحی، خدا این روح را به خود نسبت میده. اما یه کائنات مخلوقات منصوب به خدایه. این بسیار عظمت روح انسان به دست میده که به خود اضافه میکنه. روح انسان میگه روح مه، خدا روح نداره، خدا بدن نداره، او واجب الوجود مجرد منتها در مقام احترام. دیگه از این کلمه بالاتر گفته نمیشه، از این بالاتر گفته نمیشه که بگوی روح مه، نفخت من روحی، او بدن ای روح. ها الان ای داده ما به دست ما، یعنی عظمت انسان ای چه قسم حفظ کنیم. این موضوعی که امروز که درس فرزندان عزیز من محسلین حوزه بود، که همه محسلین حوزه الان اینجا هستن، ای از او جوائرات اخلاقی بالا بالایه در زندگانی ما و شما تاثیر داره. این کار پدر ما بکنیم تمام قیمت خود حفظ کردیم، ولی اگر این کار نکنیم، یعنی این نامی ای صفت اخلاقی که امروز درس ما رسیده، علوی طبع، همت بلندی، که همت آدم بلند باشه، طبع انسان عالی باشه، به چیزای پست علاقه پیدا نکنم. اگر ما می اولوید ای از امو، اگر اخلاق امر جواهر بگوییم، ای از امو جواهر اول اخلاق اولوید طبع. ما خیلی خزانه داریم، خیلی دارایی داریم. یکی از عرفا نقل میکنه در قبرستان بودم، اونجا میرفت و میشی تو شو اونجا خو میکرد، یک حال پیدا کرده بود. یک وقت بهش میگن در تاریخ داره، به این میگن که تو کی قدر ساله آمادی، چیزی به دست آوردی، یک حال برایت پیدا شد. گفت یک وقت من دیدم که یک جنازه رو می آوردن که دفن کنه، او روح بالای تقریبا یک متر بالای بدن بود، برای بدن می آمد، برای من یک حال کش شد. روح دیدنی نیه، مجرده همون سایه روح، شبه روح، هرچی که بوده، جسم لطیف روح که در برزخ، ما و شما در برزخ هم بین بعد از مردن و تا قیامت بدن داریم، بدن لطیف، بدن برزخی. گفت او تقریبا به اندازه یک متر بالاتر از این جنازه بود، این جنازه که سر شانه ها می رفت. گفت من شنیدم، برای من یک حال پیدا شد که او روح به بدن خود خطاب می کرد.
می گفت سالها جام جم به دست تو بود، چون تو نشناختی کسی چی کند. برده بودی و گردت آمده بود، چون تو کج باختی کسی چی کند. این رو بدنم خطاب قرار میداد. بدن هیچ کاره، نه مسئولیت داره نه امتیاز داره، کلش خود رو بوده. او رو باز اشتباه میکرده، گناه خود به گردن بدن منداخته. بدن مسخر روحه، خود روح مسئولیت داره. اگر آدم قدر خود در دنیا نشناخت، چی بخایی چی نخایی، میای از حیوانات کاش که به حیوان برسه. بل هم اول از حیوانات هم گمراتر و پستر میشه. و اما اگر آدم علوی طبع داشت، همتش عالی بود، این باید خود تلقین کنه، اخلاقیات هم خیلی بالا میره، خیلی بالا میره. این مدال تکوینی بود که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یک مدال تشریعی هم قرآن داده به انسان، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. اینی مسئله عمل مایه، ایمان مایه، مسئولیت های مایه در دنیا. نگه اگر این کارا رو بکنین، ایمان بیارین، عمل صالح داشته باشین، خیر البریه. این مدال باز به انسان میرسه. بهترین مخلوقات بریه، مخلوق بهترین مخلوقات این سلسله سعودیشه. ولی خدای نخواسته با امی عظمت که احسن تقویم و فضلناهم على کثیر ممن خلقنای، غرائز حیوانی بر حقل ما بر فطرت ما چیره شد. طبعا او که مال مردم میخوره، چی بخواید چی نخواید، شکل سگ پیدا میکنه، سگ حمله میکنه، شکل گربه رو پیدا میکنه، تا چشم خود طرف کنی گوشتار میبره. اونی که در حلال و حرام در مسائل جنسی سرش نمیشه، چی بقایی چی نخایی، او چار پایه، او دیگه خیر البریه نیه، او چی میشه شر البریه. او دیگه میداده خدا ما و شما روز قیامت از این مدال دور بگردانه. این مال باختگانه، ما باید از جمله بردگان باشیم در زندگانی دنیا. این تا حدود زیاد اگر خود تلقین کنیم به امید صفت اخلاقی که علوی طبع، خیلی پیش میریم. ببین بعضی راه ها اصلاحی تدریجی آیست آیست پیش میری، بعضی راه ها به اصلاح نمیشه، انقلابیه، باید انقلاب کنه آدم. این قضیه که آدم علوی طبع پیدا کنه، انقلابی طور بالا میبره، انقلابی طور بالا میبره. بعضی اوقات از رای پله ها، یک مثالی که اما بفهمیم، از رای پله ها بالا میشن، ولی پله های خشتی سنگی، یک پله دو پله، یک دفعه نه، انقلابی میخوایی بروی. این دو طبقه یک نیم ساعت کار داره، خسته میشی. میگه که لفت برقی، با لفت برقی میری با یک دقیقه به طبقه دوم میرسی. این لفت برقی امی علوی طبع که طبعت بلند باشه. ما راه روان به خلوت شب چون سفر کنیم، این یک نمونه، این شاعر میگه این یک نمونه از علوی طبع. از میکوچکی که امو درس میخانیم باید ما علوی طبع پیدا کنیم. ما راه روان به خلوت شب چون سفر کنیم، نماز شب، سفر کردن در خلوت شب که شما بخوابه، شما حتما انشاءالله دیشب نماز شب خواندین، شب میخوانین، همین سه شبم که اینجا هستین میخوانین و بعدم عادت میکنین. ما راه روان به خلوت شب، راه روان الی الله،
سالکین الله. ما راه روان به خلوت شب چون سفر کنیم. ببین علوی تبیشه ببین از این ایمان به کجا میرسی؟ بر تاج خسروان به حقارت نظر کنی. پادشاهی و سلطنت و جقه طلای سلطان و معظم تولواک و علول هیچی به نظر آدم نمی آیه، هیچی به نظر آدم نمی آیه. چقدر آدم بلند میره، چقدر بلند میره. بر تاج خسروان به حقارت نظر کنیم. او دیگه به خدا عرض میکنه، بیغمی بر دل من درد دل آزاری بود. من به غفلت بودم، من مثل حیوان به بدن خود مشغول بودم، از تو غافل بودم. بیغمی بر دل من درد دل آزاری بود، غم درد تو به نازم که دوا کرد مرا. از همه چیز گذشتم. یک نفر آمد، حال من نامی او رو نمیگیرم، این در تاریخ داره در بیهار. یک نفر آمد به حضرت علی گفت که من صحابه پدر خود دیدم، دشمن علی بود. گفت من به صحابه پدر خود دیدم که پدر من بر پدر تو ابو طالب اینی قدر پول میخواه، یک پول زیادی گفت. من احتمال میدم که 50,000 درهم بود. گفت 50,000 درهم میخواه، پول را میخوام به شما بدهم. گفت بخشیدم. او وقتی که علی میگه من به این بخشیدم، علی به 1 درهمم محتاج بود. گفت من بخشیدم. هیچ به نظرش نمیاد. او انسان واقعی شده. ما برای 1 درهمم اگر گم شو، ما خودم به شما معرفی کنم، اگر از ما امروز 100 اوغانی ما گم شو، هم نمازم که بخوانم هیچی به فکر نماز نیم، میگم 100 اوغانی گم شد، تا به شام حال ما خرابه. او میگه 50,000 اوغانیه که به 50,000 درهمه که به 1 درهمش علی محتاج بود. گفت بد بخشیدم. بعد چند روز آمد و دشمنش بود. بعد چند روز آمد گفت که علی من اشتباه کردم، قضیه برعکس بود. من 50,000 درهم پدر تو بر پدر من میخواستم، و نه این که پدر من بر پدر تو بخوایم. مثل علی که ایچی نه شوقش آمد نه به هیجان. ما اگر قسمم بگه که بعدی مزار اوغانی تو میخوای، اینی مزار اوغانی، 1 ساعت مرا از خوشحالی به حال میشه. او روی مقدس اویه، او دریا شده الان، جونیه که ابیش کم بیایه و زیاد شو، کم و زیاد شو، او دریایه، دریای معرفته. کس را چی زور و زاره؟ کس را چی زور و زاره که وصف علی کند؟ جبار در مناقبی هو گفته الهتا. زور آزمای قلعه خیبر که بندی او از ام دیگر شکست به بازوی لافتا. مردی که در مساف در میدان جنگ زره پیش بسته بود، پشت سرش زره نداشت، او هیچ وقت پشت به دشمن نمی کرد. مردی که در مساف زره پیش بسته بود تا پیش دشمنان ندهد پشت در غزا در جنگ. ببین چی میگه در باره علی. این شعر از یک شیعه نیه که بگه مبالغه میکنم، از یکی از دانشمندان علی سنت. علی سنت علی را دوست داره، امام دوست داره، یک عده از خارجی هم دوست داره. دیباچه مروت و سلطان معرفت. مروت مردانگی، طبع بالا با چیزای ما و شما، با 50 اوغانی با برادر خود با خواهر خود قطع رحم میکنیم. یه از پست امتی مایه.
ما مقام انسانیت خود پایین میاریم. شما به ما فوش دادین، ما میخوام دیگه چی فوش غلیظتری به تو بدهم؟ ای حیوانیت، ای انسانیت نشود، روی خود بالا بگیر. دیباچه مروت و سلطان معرفت، لشکرکش به هر چیزی صفات مخصوص بیان میکنه. دیباچه مروت این سردفتر مردانگی و علوی طبع، سلطان معرفت در عالم عرفان و معرفت این سلطان همه بشر. معلومه دیگه این دروغ نگفته، این نهج البلاغه را دیده. او خطبه‌ای که در توحید خدا وارد شده که در قرن 21 چشم فلاسفه را خیره میکنه. من سخنرانی نمیکنم که مبالغه کنم، درس میده. مبالغه هم نمی کنم، مبالغه خیلی کار پسته، آدم باید واقعیت ها را بیان کنه. یعنی فلسفه خیلی پیش رفته. فلسفه اشراقی که زمان یونان بوده، فلسفه مشایی، فلسفه متعالی صدرا که بین این دوتا جمع کرده، اینا امروز همه کتابا به دست مایه. اینا را ما خاندیم، نهج البلاغه را خاندیم. اینمیه همی کمی شاعر میگه نک سلطان معرفت، علی سلطان معرفت، شاهنشاه جهان معرفت و ترقیات و علم و کمال و جهان شناسی شه. لشکرکشی وجود در وجود، یک لشکرکشه، یک شجاعه. میگه به خدا اگر اما یا رب بر ما حمله کنه، در یک روایت داره که پشت نمیکنه. روحیه قوی رو میبینین؟ نام علی سرلوحه بشریته. این نامی که برای مالک اشتر نوشت، امروز این نامه از نامه های رسمی در امی قرن 21 در سازمان ملل متحده. این نامه به عنوان میراث بشریت حفظ شده که در او قرن 14-15 قرن پیش علی چطوری کلمات در باره حکومت بیان کرده که به مالک اشتر میگه. خیال میکنن علی فقط حرفش سیاست بوده و حکومت، که نبوده. لشکرکشی وجود و سلطان معرفت. یک شعر آخرش یه آخرش علم مرد نمیخواد نیک فردا فردا که هر کسی به شفیعی زنن دست، ما ایم و دست و دامن معصوم مرتضا. در او اشعاری که هیمیری از زبان علی میگه به حارس همدانی، یکی از اصحابش، میگه حارس من تو را فراموش نمی کنم. اسقیک علی بارد من زمه تخالو فی الحلاوت عسلا. بارس در او میدان قیامت، با او گرمیایی که میدان قیامت دارد، یک شربت گوارا، یک عسل که هم شیرینه، که خیال کنی عسله، شربت خیلی شیرینه و هم خیلی سرد. من او به تو میرسن ساقی کوثر مفت نمیشه نمنده. اسقیك من بارد على ظمأ تخاله في الحلاوة العسل. او تو شربت به تو بده که خیال کنی از شیرینی عسل سرد، با او گرمی قیامت بدن تو را سرد میکنه. خب گفت که من اشتباه کردم، همون قصه که یاد من نرو دیگه. گفت من اشتباه کردم، 50,000 روغنی پدر تو بر پدر من میخواست. 50 نه که پدر من بر پدر تو میخواست، الان 100,000 شد. علی مفلس با پیران پارش و شکم گرسنش، با او چی میگه؟ میگه او 50,000 روغنی که از من گرفتی او رو به تو بخشیدم، او پولیم که پدرم بر پدر تو میخواست او رم به پدرت بخشید. پدر زو
میخواست علی رو بکشه. گفت او رو به پدرت بخشیدم. یعنی علوی طبع با دشمن. این آدم صفات خدایی پیدا میکنه. با دشمن او یه قسم علوی طبع داره. همین پول به نظرش نمیاد. محتاجم هست. محتاجم هست. یک کمی خود رو باید تکان بدیم که به یک حال بیاییم. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.